سلام، نیلوفر هستم. به آشپزخونه من خوش آمدید. در ابتدا میخواستم از همه شما عزیزان تشکر کنم. میخواستم بگم که خیلی دوستتون دارم، ازتون بی نهایت سپاسگزارم برای این همه محبت، این همه پیام قشنگ، این همه زیبایی قلب شما که من دریافت کردم. ازتون سپاسگزارم برای این همه ساپورت و امروز با دست پر اومدم، شیرین و شیرینی آوردم خدمتتون برای شیرین کامی شما عزیزان، برای اینکه بهتون بگم دوستتون دارم و شما خیلی عزیزید برای من. امروز اومدم خدمتتون با یه شیرینی خوشمزه که فکر میکنم اکثر عزیزان دوستش داشته باشم. امروز رولت رو میخواییم با هم داشته باشیم. رولتو خیلی ها مشکل دارن، خیلی ها میدونن باید چی کار کنن، اون بخش رو من کاری ندارم، ولی خیلی ها مشکل دارن. رولت رو امروز بهتون به گونه آموزش خواهم داد که دیگه هرگز و هرگز با مشکل برخورد نکنید. فقط آخر برنامه با من باشید تا ببینیم چطوری تهیه میشه. بریم تا شروع کنیم. قبل از هر کاری ابتدا آون یا فر رو روشن میکنید و روی درجه 160 تا 170 درجه سانتیگراد اجازه میدید که گرم بشه. اینجا من یه دونه سینی دارم که برای رولت استفاده میخوام بکنم، برای پخت رولت، و کاغذ روغنی دارم. کاغذ روغنی رو در ابتدا با این مقدار کره چربش میکنم. البته همه اینو نه، یه مقدار خیلی کوچیک، من فقط یه مقدار برداشتم که راحت بتونم استفاده کنم. ببینید همونطور که مشاهده میکنی کره رو به روی کاغذ زیاد نمیمالم، فقط یه جوری که یه مقدار خیلی کمی چربی رو روی کاغذ حس بکنم، خیلی کم، نامحسوس باشه. چرا این کار رو میکنم؟ به دلیل اینکه نون رولت به کاغذ نچسبه. از روغن مایه اصلا استفاده نکنید، از فقط کره‌ای بدون نمک لطفا استفاده کنید. و اگر دقت کنید خواهید دید که ببینید من کره رو خیلی کم ازش استفاده کردم، زیاد ازش استفاده نکردم، فقط جوری شد که کاغذ من بفهمی نفهمی یه خورده کوچولو چرب شد. ببینید حتی دست من هم چربیش رو شما حس نمی کنید. حالا به خاطر اینکه کاغذ به درستی به چسبه به سینی فر، یه مقدار از این کره رو به این شکل به سینی فر می مالم. چرا این کار رو می کنم؟ چون کاغذ در سینی به راحتی به چسبه و تکون نخوره. به این صورت این الان آماده شده و میره آماده بشه برای پخت کیک. حالا یه چیزی خدمتتون بگم، هرگز و هرگز از روغن‌های مایع برای چرب کردن قالب ها استفاده نکنید یا کاغذ شیرینیتون، هرگز، باعث چسبندگی شیرینی به قالب میشه و در ثانی قالب شما در انتها وقتی حتی اگر بشورید به مرور ایام یه چربی و یه چسبندگی در قالب های شما ایجاد میشه. پس همیشه از کره و کره بدون نمک یا روغن های قنادی میتونید برای چرب کردن قالبتون استفاده کنید. خب سینی الان آماده است، میذارمش کنار. حالا اینجا احتیاج به یه کاسه بزرگ دارم. خب به 4 تا تخم مرغ نیاز دارم. سفیده رو از زرده جدا میکنم. لطفاً ظرفی که استفاده میکنید برای سفیده مطمئن باشید که کاملاً پاک و تمیزه، هیچ گونه چربی، هیچ گونه آب و هیچ گونه مواد اضافی داخل ظرفتون نباشه. حتما تخم مرغ ها رو قبل از استفاده کردن برای شیرینی ها بذارید در دمای آشپزخونه بمونه تا به دمای محیط برسه. هیچ وقت تخم مرغ ها رو مستقیما از یخچال بر ندارید و بعد بخواید شیرینی بپزید.
در مورد حرارت فر هم خدمتتون بگم، همیشه یه دونه دماسنج برای داخل فرها داشته باشید که حرارت فر رو دقیقا بدونید که به همون حدی که شما میخواید رسیده یا نه، چون بعضی از فرها اصولا حرارتی که شما میخواید رو در اون زمانی که نیاز دارید بهتون نمیده. خب الان 4 تا سفیده در این ظرفه و 4 تا زرده در این یکی ظرف. 70 گرم شکر ریز دارم که نصفش رو با زرده مخلوط میکنم و که حدود 1 قاشق چایخوری بهش وانیل اضافه میکنم، تا همین حد. ببینید تا این حد 1 قاشق چایخوری. عزیزانی که اگر خواستن از وانیل استفاده کنن، وانیل پودری تا این حد کفایت میکنه. این وانیل پودری هستش که اسانسه. با یه 30 زرده ها رو به قدری بزنم که هم سفید بشه، هم قوام بیاد و هم حجمش 2 تا 3 برابر باشه. خب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید، ببینید رنگ تخم مرغ باز شده، خوب سفید و روشن و خیلی خوب غلیظ شده. ببینید چقدر غلظت داره. عدد 8 رو وقتی میکشم زمان میبره تا محو بشه. این حالت یعنی که تخم مرغ رو خیلی خوب زدید و به اون حدی رسیدی که شما نیاز دارید. وانیل بسیار خوبه برای از بین بردن بوی زخم تخم مرغ. خب عزیزان، من میرم پره های همزن رو بشورم و باید حتما خشکشون کنم و در نهایت بهتون میگم که تا چه حدی باید سفیده رو بزنید، چرا که زدن سفیده خیلی مهمه برای تهیه رولت. خب عزیزان، من پره های همزن رو شستم، خشک کردم. من چرا دارم با این همزن هم میزنم؟ من همزن های برقی دارم، اتفاقا شاید 2 تا بزرگ و پروفشنالشو دارم، ولی با این دارم هم میزنم برای اون دسته از عزیزانی که فکر میکنن شیرینی پزی فقط با تجهیزات آنچنانی باید باشه و شما یه شیرینی خوب داشته باشید. نه، شما، من بهتون توصیه میکنم اگر واقعا کار شیرینی رو خیلی دوست دارید و دوست دارید همیشه شیرینی بپزید، اتفاقا خیلی بهتره شما از این گونه همزنهای ارزون قیمت استفاده کنید، به دلیل اینکه اگر حتی خراب بشه شما خیلی راحت میتونید اینا رو بندازید بیرون، ولی اون یکی همزنها که پروفشنال هست قیمتهای بالاتری داره و خب اگر بنا بشه شما هر روز و همیشه از اونها به طور مداوم بخواید استفاده کنید، خب عمرشون کمتر خواهد بود. پس این یه دلیله. دلیل دومم اینه که اون دسته از دوستانی که فکر میکنن حتما باید لوازم خاصی رو داشته باشن تا بتونن شیرینی بپزن، من دارم با این همزن هم میزنم که بگم عزیزم، شما میتونید با وسایل ابتدایی هم بهترین شیرینی ها رو داشته باشید. تنها چیزی که برای شما در شیرینی پزی خیلی مهمه، یک فر خوب، یک آون خوب هستش که شما باید در خرید آون دقت کنید، مگر نه این چیزها زیاد مهم نیستش. اینجا 4 تا سفیده تخم مرغ رو دارم و نیم دیگری از شکر رو هم اینجا دارم. به همراه این شکر و سفیده به مقدار شاید 1 قاشق چایخوری، انقدر زیاد نه، اندازه شاید نصف قاشق چایخوری، سرکه سفید بهش اضافه میکنم. چرا سرکه سفید رو بهش اضافه میکنم؟ به دلیل اینکه هم بوی تخم مرغ رو میبره، همین که باعث میشه سفیده فرم بهتری رو به خودش بگیره. اینجا الان شکر و نصف قاشق چایخوری سرکه سفید و 4 تا سفیده تخم مرغ داریم. حالا من شروع میکنم میزنم تا شما ببینید به چه صورت. خب عزیزان، همونطور که متوجه شدید من سفیده تخم مرغ و شکر و سرکه سفید رو همزمان با هم ریختم و هم زدم. در بعضی از موارد شما میبینید که باید شکر رو آروم آروم و آهسته آهسته به سفیده اضافه کنید.
حالا این دلایل رو من آروم آروم در طی آموزش هایی که خواهم داشت خدمت شما میگم که چرا باید در بعضی موارد این گونه عمل بشه و در بعضی موارد نیازی نیست که این گونه عمل بشه. رولت هم یکی از اونهاست که اصلا نیازی نیست شما آروم آروم شکر رو به سفیده اضافه کنید، چرا که رولت فقط نون سبکی باید داشته باشه که ما بتونیم به راحتی لوله کنیم بدون ترک. زدن سفیده تخم مرغ رو ادامه میدم و بقیه کار رو هم با هم خواهیم دید. خب شاید سوال بشه که ما نمیدونیم باید تخم مرغ ها رو تا چه حدی بزنیم که برای رولت مناسب باشه. خب عزیزان اگه دقت بفرمایید ببینید سفیده تخم مرغ تا این حد کافیه که شما بزنید، یعنی به این شکل وقتی من همزن رو نگه میدارم به این شکل سر سفیده‌ای که در هوا معلقه به سمت پایین میمونه، حتی اگه من برش گردونم این بر میگرده. ببینید اگه دقت بفرمایید من اینو به هر طرف که برمیگردونم سر سفیده به همون سمت خم میشه، یعنی که زدن سفیده کافی هستش. این قاشق رو با روغن یه مقدار چربش میکنم، به این صورت خیلی کم. و چرا این کارو میکنم؟ به دلیل اینکه میخوام عسل بریزم دیگه به قاشق نمیچسبه وقتی شما قاشق رو چرب کنید، و به این صورت اندازه یه قاشق غذاخوری بهش عسل اضافه میکنم. خیلی خوب عسل ازش از قاشق ریخت خارج شد. و در این لیوان من 40 میلی لیتر روغن مایع دارم و 40 میلی لیتر شیر خنک دارم، شیر پرچرب، و من این رو الان اضافه میکنم به مایع، به زرده ها. تا همین حد کفایت میکنه. اینجا من 30 گرم آرد ذرت دارم، 30 گرم نشاسته ذرت. آرد و نشاسته رو با هم مخلوط کردم. حالا چیکار میکنم؟ خیلی راحت آروم آروم از بالا الک میکنم داخل کاسه و به این صورت. همیشه آردها رو علک کنید. بالاخره یه بخشی هست در درون آردها که به این صورت گلوله هستش که اگه اینها بره توی کیک حالت گره و حالت قشنگی نمیگیره. سعی کنید اینها رو علک کنید و از شیرینیتون خارج کنید. خب الان با لیسک شروع میکنم آردو با زرده یه تخم مرغ مخلوط کردن. چرا الان من سفیده رو اضافه نمی کنم؟ به دلیل اینکه میخوام ابتدا آرد رو با زرده مخلوط کنم تا هر گریج یا هر گلوله‌ای در آرد هست به همراه زرده به خوبی باز بشه و در نهایت سفیده رو اضافه خواهم کرد. حالا آروم آروم سفیده رو اضافه میکنیم. بهتر که در دو بخش سفیده رو اضافه کنید. برای رولت نیازی نیست حتما دورانی هم بزنید، چرا که ما نیاز نداریم رولت پف کنه، فقط دلمون میخواد رولت سبک و خوب باشه. رولت اتفاقا نباید پف داشته باشه، رولت باید نونی سبک باشه ولی بدون پف. همیشه سعی کنید از ظروف استیل در این کارها استفاده کنید. وقتی از ظروف چینی استفاده میکنید زمانی که دارید با همزن میزنید خطوط ایجاد میشه. ظروف استیل برای این کارها خیلی ظرفای مناسبی هستش. حالا شروع میکنم یه مقدار همزدن مایه تا از اون حالت پف اضافی که در داخل مایه هست یه مقدار کم بشه. اینم از مایه رولت که آماده کردیم الان داخل سینی میریزم. ببینید به این صورت، ببینید چقدر مایه قشنگ میریزه توی ظرف و پخش میشه. این یعنی که مایه رولت خیلی خوب زده شده و خیلی خوب مواد با هم همخونی داره و اندازه است. Thank you.
خب عزیزان، ببینید مایه رو ریختم، حالا میام چیکار میکنم؟ حالا سه بار سینی رو رو میز میزنم. خب این سه بار رو من زدم روی میز و الان میذارم توی فر با درجه حرارت 160 تا 170 درجه سانتیگراد براش مناسبه و 325 تا 330 درجه فارنهایت. به این صورت میذارم بپزه. زمان پختم که متفاوته، هر فری میتونه زمان پخت خاصی رو داشته باشه. خب دوستان عزیز، همچی که مشاهده میکنید نون رولت من آماده شد. با فری که من دارم مدت 12 تا 13 دقیقه در فر بود با درجه حرارت 160 تا 170 هم میتونید برید، ولی بهتره که بین 160 تا 165 رو انتخاب کنید. حالا بستگی به فرهاتون داره. ببینید چه رنگ قشنگی گرفته. و الان من این رو از فر خارج کردم. اجازه بدید که الان من اولین کاری که میخوام بکنم اینه که به این صورت نونو از داخل سینی در میارم و میذارم روی توری. چرا میذارمش روی توری؟ از زیر هوا بره و کیک خمیر نشه، نون رولت خمیر نشه. حالا میخوام یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید عزیزان، الان این نونو ببینید چقدر قشنگ تا میشه بدون اینکه بشکنه. ببینید خیلی خوب تا میشه، نون نمیشکنه. ببینید دوستان عزیز، اگر دقت بفرمایید این نون الان خیلی قشنگ، من لولم بکنم نمیشکنه. چرا؟ چون دستورهایی که بهتون اعلام کردم بهترین دستوره. ببینید الانم خیلی راحت ببینید از کاغذ جدا میشه بدون هیچ مشکلی. ببینید بدون هیچ مشکلی. نباید اجازه بدید زیاد نون روی کاغذ بمونه اصلا. ببینید خیلی خوب. حالا به خاطر اینکه من به اونطوری بتونم راحت جدا کنم، ببینید براتون نشون میدم. به این صورت کاغذ رو بر میگردونم. خب به این صورت اینطوری. الان این نون آماده است. من اجازه میدم این نون خنک بشه، میذارمش کنار، اجازه میدم نون خنک بشه. دیدید چقدر راحت بود؟ نه به کاغذ چسبید، نه نمیدونم خراب شد، خورد شد. حالا بقیه کار رو با هم خواهیم داشت. کار شیرینی یکی از کارهای بسیار حساسه و شما حتما باید ترازو داشته باشید. خواهش میکنم از عزیزانی که مایل هستن شیرینی پذی رو به صورت درست ادامه بدن و کار کنن، حتما یه ترازو داشته باشن تو خونه برای خودشون. اینجا 280 میلی لیتر خامه 35% دارم. 30 گرم هم به پودر شکر اضافه کردم. حالا اینا رو با هم خیلی خوب مخلوط میکنم. همیشه زیر کارتون یه دونه اسفنج یا یه دونه دستمال مرطوب بذارید تا خیلی راحت بتونید کار کنید بدون اینکه کاسه و ظرف شما حرکت بکنه و شما رو دچار مشکل بکنه. آشپزی رو لطفاً روی اصول انجام بدید. اگه بخواید آشپزی رو به صورت عجله‌ای انجام بدید، خب نتیجه شاید خیلی خوب در نیاد و خودتون هم خسته میشید و پشیمون میشید از آشپزی. برای آشپزی باید وقت بذارید، بلخص برای شیرینی پزی، و صبوری داشته باشید. شیرینی فوق‌العاده حساسه و باید اندازه ها و میزان ها به درستی انجام بشه تا نتیجه مطلوبی بگیرید. شیرینی رو نمیشه همینطوری با پیمونه و اینجور چیزا به درستی انجامش داد. یه دفعه درست در میاد، یه دفعه درست در نمیاد. حالا در ایام کار و طی آموزش من رفته رفته بهتون خواهم گفت که حتی شما وقتی با پیمونه اندازه میگیرید، یک پیمونه آرد رو وقتی اندازه میگیرید به دفعات، همون یه دونه پیمونه آرد میزان‌های متعددی رو میده، به دلیل اینکه هوا در
آرد جریان پیدا میکنه و میزان رو تغییر میده. به خاطر همین هیچ وقت و هیچ وقت از پیمونه برای شیرینی پزی استفاده نکنید، همیشه از ترازو استفاده کنید. یه مقدار از این وانیلای پودری استفاده میکنم، نه وانیل شکری، نه وانیل پودری، و همش میزنم. ببینید دوستان عزیز، باورتون شاید نشه، کمتر از یه دقیقه، شاید 50 ثانیه طول کشید که خامه به این شکل خودش رو بگیره. الان میخوام یه چیزی رو اینجا خدمتتون نشون بدم. ببینید خامه رو من میگیرم روی همزن سیمی، ببینید به این صورت میمونه. خامه شیرینی رو هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت لطفاً زیاد نزنید. خامه شیرینی باید سبک باشه، وقتی شما میخورید تو دهنتون نماسه. خامه شیرینی باید لطافت داشته باشه. در زدن خامه بسیار دقت کنید. ببینید الان من کمتر از 1 دقیقه 50 ثانیه من این خامه رو زدم با همزن. 50 ثانیه. شما بایستی به درستی خامه رو بزنید. ببینید الان خامه چقدر لطیفه، چقدر لطیفه، نه سفته نه چیزی. بالاخص برای شیرینی رولت حتما باید خامه لطیف باشه، حتما، به دلیل اینکه رولت یه شیرینی لطیفه. شما نمیتونید خامه رو انقدر بزنید که کره بشه. به خاطر اینکه طعم ایرونی به این خامه من بدم، یه قاشق غذاخوری، البته سعی کن کمتر، من نصف قاشق غذاخوری، نصف قاشق غذاخوری، اندازه نصف قاشق غذاخوری بهش گلاب اضافه کردم و این رو قشنگ با هم میزنم. من حدود 50 ثانیه با هم زن زدم و الان شاید اگر بخواید حساب کنید تا عدد 50 یا 60 بشمرید و همون اندازه شما خامتون رو بزنید، بیشتر از اون نه. ببینید خامه به همین حد کفایت میکنه، توی همزن میمونه، سر همزن میمونه و نمیریزه و خیلی هم لطیفه. لطفا و لطفا خامه های شیرینی رو زیاد نزنید. خب اینم نون رولت. ببینید خیلی راحت برش میگردونم. ببینید اصلا نون نچسبیده، درسته؟ خب حالا خیلی راحت از این خامه میمونم روی نون. شما اگر به این ویدیو با دقت نگاه کنید و دستورها رو با شکلی که خدمتتون میگم انجام بدید، مطمئن باشید شما یه رولت خوب و عالی رو خواهید داشت. عجله نکنید در آشپزی، در شیرینی پزی بلخص. اصلا نمیشه آدم یه چیز خوب رو بخواد ولی تحملش رو نداشته باشه. باور بفرمایید زمانی که من خواستم رولت رو یاد بگیرم سالها پیش، از قناد بگیر تا هر کسی که میشناختم التماسشون میکردم، خواهش میکردم به من یاد بدید چجوریه. هیچ کس باور بفرمایید صادقانه به من نمیگفت چجوریه، فقط تو رو دروایسی میموندن و یه جورایی چیز، آره اینطوریه، تخم مرغ رو انقدر هم بزن اینطوری. باور بفرمایید تازه خودمون آدم ها بعضیشون خوب بلد بودن، بعضیشون بلد نبودن، ولی همون بلد نبوده ها دریغ میکردن از این که بخوام به من یاد بدن. امروز روز من به شما به راحتی دارم این رو یاد میدم، آموزش میدم، با دل و جونم دارم آموزش میدم. خرابکاری ها رو من به جای شما انجام دادم و من وجدانم رضا نمیشه که به شما کاری رو یاد بدم که بعد مواد شما از بین بره، خراب بشه و شما در نهایت بگی خدا نمیدونم ازت نگذره که تو رعایت حال ما رو نکردی. چون بعضی از عزیزان هستن واقعا مشکل مالی دارن و انصاف نیستش که من بخوام دستور غذایی رو بگم که این عزیزان خرابش کنن. دیدید چقدر راحت لوله شد؟ دیدید نون رولت خیلی خوشگل و خیلی قشنگ بدون اینکه مشکلی داشته باشه. خب دوستان عزیز، ببینید چقدر رولت ما قشنگ و خوب، بدون اینکه بچسبه، بدون اینکه نمیدونم کاری بکنیم، ببینید چقدر خوب و عالی در اومد. باور بفرمایید من موضوع منت گذاشتن یا تعریف کردن از خودم نیست، موضوع اینه که وقتی یه کاری رو من تجربه کردم خدمتتون میگم،
انجام بدید، با صبوری، با حوصله، مطمئن باشید به همون نتیجه شما خواهید رسید. چون من چیزی رو از شما پنهون نکردم، خیلی راحت اومدم دارم این کار رو به شما آموزش میدم. به خاطر اینکه این گوشه ها هم یه مقدار خامه داشته باشه، من خامه اضافه کنم. الان این رو لای یه دونه کاغذ روغنی اینطوری لوله میکنید، به این صورت سر کاغذ رو به این صورت ببندید، زیاد فشار ندارید به کاغذ. خب به این صورت، خب با کلین فیلم هم به این صورت روش رو میپوشونید، به این صورت با کلین فیلم به این صورت میبندیدش، به این صورت وقتی بستیدش خیلی خوب قشنگ به این صورت این شکلی که شد. ببینید من خیلی شل بستم، فشار نیوردم بهش، به این صورت میبندیدش و اجازه میدید بمونه داخل فریزر به این شکل. در جایی میذارید که نه زیاد سرد سرد باشه که یخ بزنه، نه نمیدونم زیاد مثل یخچال دماش باشه، نه، میذارید برای یک ساعت تا دو ساعت میذارید تو فریزر، بعد میاریدش از فریزر بیرون. چرا میذاریمش تو فریزر؟ به دلیل که برش ها خیلی بهتر انجام میشه. اگه بنا بشه قنات ها مثل این افرادی که تا حالا تو کتاب های آشپزی و توی این چه میدونم تلویزیون و این ورانور آموزش دادن که آره شما بیایید یه حوله بذارید روش، نمیدونم پودر غم بریزید، نمیدونم این کار بکنید اون کار بکنید، بعد این نون رو بذارید و لوله کنید و بعد بذارید خنک بشه، اگه قنادا میخواستن این کار رو بکنن قنادیشون کساد بود. قنات ها اصولا به این صورت نون رو میپزن با همین روشی که من خدمتتون میگم و خیلی راحت لوله میکنم میذارم میره برای فریزر. بهترین کار اینه که شما بذارید تو فریزر دو ساعت بمونه، هم خودشو میگیره هم نون رولت اون مرطوبیتی که نیاز داره رو از برودت فریزر میگیره. یه مسئله ای رو خدمتتون بگم، اگر بر حسب اتفاق شما نون رولتتون خشک شد، زیاد گذاشتیدش مون تو فر، اصلا نگران نباشید. من یه راه حلی رو بهتون یاد میدم که شما اون کار رو انجام بدین نتیجه خیلی خوبی رو خواهید گرفت. چی کار میکنیم؟ نون رولت الان بر فرض مثال تو سینی رولت هست و پخته، خشک شده یه جورایی. حالا من نمیگم مثل چوب خشک بشه ها، ولی خشک شده. یعنی الان اگه شما بخواید رولش کنید میشکنه. اصلا دست بهش نزنید. همونطوری بذارید تو سینی، یه دونه پلاستیک بکشید یا یه دونه سینی دیگه هم سایز خودش رو بذارید روی سینی رولتتون. این کار باعث میشه یواش یواش تا زمانی که اون رولت گرمه یه بخاری ایجاد میشه و اون بخار باعث میشه نون رولت شما نرم بشه و راحت پیچیده بشه. دقیقا مثل اون افرادی که در گذشته نون خشک میکردن و روش آب میپاچیدن، اون آبی که روی نون میپاچیدن باعث نرمی نون میشد. یه آب خیلی کمی میپاچیدن رو نون، درسته؟ شما هم اگر احیانا نونهای رولتتون خشک شد و دیدید که میخواد بشکنه موقع پیچیدن، اصلا دست بهش نزنید. فقط چیکار میکنید؟ یه سینی یا یه پلاستیک برای یکی دو ساعت میکشید روش و اجازه میدید اون نون نرم بشه. و آخرین فوت و فنی که در آشپزی و شیرینی پزی هست، احیانا بازم دیدید به اون شکل نرم نشد و هنوز امکان شکستن نون و خورد شدن نون هست، بازم اشکالی نداره، نون رو بر میگردونید سمتی که سرخ شده و پوسته نون هست به زیر قرار میگیره و روی نون رو شما خامه رو بمالید و اصلا دیگه رولش نکنید. اجازه بدید یک ساعت نون و خامه به اون صورت باز بمونه. اون خامه و مایع شیری که در خامه هست باعث نرم شدن نون رولت شما میشه و بعد شما خیلی راحت میتونید رولش کنید. ولی دیدید که با رسیپی که در آشپزی با نیلوفر به شما
ارائه شد همچین مشکلاتی پیش نیامد، نه نون چسبید، نه نون خشک شد و نه رولت پیچیده نشد. دیدید چقدر راحت پیچیده شد. خب من اینو میذارمش الان تو فریزر برای مدت 2 ساعت. رولت ماست که الان من از مدت 2 ساعت بوده تو فریزر نگهش داشتم و ببینید به این صورت الان قسمت ابتدایی کیک رو رولت رو من میبرم. ببینید وقتی میذارید توی فریزر ببینید چقدر راحت میشه بریدش و همیشه یه دستمال نمور نمناک داشته باشید که چاقوتون رو باهاش پاک کنید. خیلی راحت به این صورت برش میدید، به این صورت با چاقوهای اره‌ای کار کنید که خیلی راحت برشش بدید و این صورت میذارید توی این کپسولا میذارید و سروش میکنید. به این صورت این هم رولت ما بود که آماده کردیم. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.